سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی امروز جمعه 16 آذر ماه 1403 و یه بار دیگه اومدیم سراغ جریان پول هوشمند ولی گزارش کامل و مفصل این در تایم فریم های مختلف این اطلاعات از سایت cryptometer.io همونطور که مشاهده میفرمایید تهیه میشه و خدمتون عرض شود که یه گزارش کاملیه که شما تو تایم فرم های مختلف میتونید استفاده کنید البته تایم فریم یک روزش رایگانه میتونید ازش با رجیستر توی این سایت از این قابلیت بهره برداری کنید اما در تایم فرم های دیگه نیاز هستش که اشتراک این رو بخرید به نظر من میارزه که این کار رو انجام بدید خب همونطور که مشاهده میکنید اطلاعات جالبی رو این سایت قبل از اینکه من برم سراغ جزئیات بیشتر یه نگاهی به قابلیتاش بندازیم ببینید مثلا اینجا این امکان رو به ما میده که به فرض من بیام برم سراغ ارز فت اف که قبلا هم جزء ارزایی بود که بهتون معرفی کردم در حوزه پول در حوزه ای آی بود که پیشنهاد کردم از این میتونید استفاده بکنید بیام ببینید نگاه کنید مثلا الان میگه 56 درصد کل مارکت روی صرافی های مختلف توانایی خرید یعنی فشار خرید این و 43 درصد یعنی نشون میده که وزنه دست خریدار قویتر از دست فروشنده هست بریم سراغ فایل رو فایل کوین هم بزنیم میبینیم این شد و... یه رفرش بعد بکنه 56 و شیش یه اف اینجا بزنم که کامل بگیره 56 و شیش درصد اه الان آها شد چهل و نه درصد و 50 درصد یعنی دست فروشنده یه مقدار قوی تره همینطور که برین جلو کلی ارز مختلف و اینجا براتون نمایش داده بعد میاد اینجا به این صورت داره وضعیت تعداد چیز رو بهتون نشون میده خریدی که تریدی که انجام خرید فروش که انجام شده رو نمایش میده یه گزارش جالبی دیگه هم اینجا داره اون همینه که میگه که فعالیت یک ساعت گذشته در مقابل 4 ساعت گذشته مثلا تو صرافی کوکوین رو فایل کوین که نگاه کنیم به ما یه گزارش جالبی میده من مثلا رو بایننس فایل کوین رو 4 ساعته که نگاه میکنم 53.99 و فروشنده است روی یک ساعته 60 و 66 فروشنده است یعنی از 4 ساعت گذشته تا یک ساعت گذشته میزان فروشنده بیشتر شده یعنی دست فروشنده قوی تر بوده تا دست خریدار در نتیجه قیمت احتمالا افت کرده اگر بریم سراغ قیمتش کلی اطلاعات دیگه هم در اختیارتون میذاره که میتونید سر حوصله برید اینا رو نگاه کنید اما اون چیزی که ما به دردمون میخوره و هر شب ازش داریم استفاده میکنیم بحث والیوم یا حجم فروش و خرید و نت نت این یعنی به نت ولیوی که داره در مقابل یعنی تفاضل خریدار و فروشنده برای اون مهمه همونطور که قبلا هم دیدین من وقتی بیام اینجا تو تایم فریم های 5 دقیقه 15 سی، یک، چهار ساعت، سه روزه و یک هفته ای داره به من گزارش میده میگه وضعیت بازار در س... یک هفته اخیر چجوری بوده در سه روز گذشته در یک روز گذشته چهار ساعت در... و... و... یک ساعت گذشته به چه صورت بوده تا این جزئیات دیگه ای که اینجا مشاهده میکنید اونایی که جلش پی گذاشته تو پرانتز یعنی اینا رو شما باید حتما پریمیوم باشین بعد اکانتش رو خریده باشین تا بتونین استفاده ببرید یه روزش رایگان میتونین ازش بهره بگیرید یه گزارش جالبیه که به این صورت یه نمای کلی هم از مارکت نشون میده و میبینید که بیشترین پول اس یو آی اومده این اس یو آی میبینید در یک روز گذشته به مراتب من در گزارشات مختلف جریان پول هوشمند بوده یا فیلترهای مختلف اس یو آی جزء لیستمون بوده این ارزو برای بلند مدت برنامه‌ریزی بکنید روش اس آی هست اس هم پشت این داره حرکت میکنه سولم که بارها و بارها با هم در موردش صحبت کردیم خب من برم تایم فریم رو از یک هفته اخیر به قول معروف انجام بدم من یه لاگین هم بکنم ببخشید لاگ اوت شده بود خب من بیام دوباره تو والیوم بنم سراغ یک هفته اخیر توی یک هفته اخیر جریان به چه صورتی بوده رو اتر بیشترین جریان داریم بیت تو بیشترین ریپل همونطوری که با هم دیدیم بیشترین جریان جریان این چیه نت نت اینفلوه یعنی تفاضل ورودی و خروجی بیشترین میزان روی اتر بوده بیت بوده ریپل بوده این سبزه چیه HBAR هست اینم بارها بارها دیدیم تیاریکس هم که خب قطعا از اگر تو این فاصله که بارها بارها گفتیم که این ارز ارزنده هست و میتونه منفعت خوبی رو همراه هم داشته باشه گرفته باشیم تو این هفته اخیر حسابی باهاش سود شناسه احتمالا کردیم بریم سراغ جدول یه جدول کامل هست تغییرات و به قول معروف جریان خالص یک هفته اخیر رو به ما نشون میده من خاطر این کار ساده تر بشه برم سراغ نت و میام از جریان مثبت شروع میکنم خواهش میکنم این تیکه رو با دقت برنامه ریزی کنید بنویسید برای خودتون خاطر اینکه بهتون کمک میکنه از بین بالغ بر سی هزار کوین و توکنی که تو مارکت توی صرافی مختلف داره خرید و فروش میشه یه تعدادش خیلی به درد بخورتره خب این راحت از اینجا در بیارید استفاده کنید دیگه CARV هست BBQ هست TRX ترون بازم دارم تاکید میکنم که ترون مهم SUI با هم قبلا صحبت کردیم HBAR تاو WBTH لیست یه پرید آها جی یو پی جوپیتر قبلا هم مثلا جز لیست ما بود یه بارم من توی صفحه اینستاگرام گفته بودم این به درد بخور هست حالا برای بلند مدت بهش نگاه کنید الان چند قیمتش پرایس رو اینجا پیدا نمی کنم ولی م... پرایس نداریم اینجا ولی تا حدود 40 دلار فکر میکنم جوپیتر میتونه تکون بخوره نه نه آپتوس بود آپتوس ببخشید اسلام میکنم آپتوس بود که گفتیم اون فکر کنم 13 14 دلار باید باشه تا 40 میتونه بره وت اپکس ای ان سی تی سی همینطوری که مشاهده میکنید من این لیست آروم تکونش میدم دش هست که شما بتونید از این استفاده بکنید بیام پایین همونطور که میبینیم گالا سی تی ایکس اینا توی جاسمی جاسمی یادم یه بازه خیلی خوب روش کرده و همچنان هم الان توی این جریان پوله هست داشته باشید تو واش لیستتون خب بریم سراغ تایم فریم دیگه ما تایم فریم یک هفته ای بودیم بریم تایم فریم سه روزه که با توجه که بیت کوین رفت بالای هزار دلار و یه ای جدید رو شکل داد و بعد از اون یه اصلاحی داشت همونطور که مشاهده میکنید باز بیشترین پول تو بیت کوین اومده بعد از اون رو اتره و خدمت اس آی هست بریم سراغ جدول کر دبلیو هم که احتمالا همه در موردش میدونن که اهمیت جریان پول کره جنوبی صرافی های کره جنوبی تو ارزا باعث پامپ میشه یه تایم فریم زودتر شما میتونید اینو بگیرید حالا به هر حال این برای کسایی که دارن توی مارکت ازش استفاده میکنن قابل توجه همونطور که مشاهده میکنید دوباره SUI بیت کوین در صدر جدول آی هست CTC جوپیتر ENA BBQ پپه او در مورد پپه خیلی ازم سوال کرده بودن تو کامنت ها زیاد اومده بود که این مثلا نظر چیه و نظرم در خصوص ارسا بر اساس جریان پول هوشمند و فیلتره غیر از این دیگه کار دیگه ای رو انجام نمیدم میبینم که پول توش اومده خب ترجیح میدم که باش سواشم برم بالا تاو دیگه ایکس دیگه سانداگ اف تی تی خدمتون هست ال پی هست آی جزه جزء ارزایی بود که اگه خاطرتون باشه در خصوصش باهاتون صحبت کردیم جزء ارزایی بود که به قول معروف جزء هوش مصنوعی بود گفتم برای بلند مدت میتونید روش برنامه ریزی بکنید چون میزان توکن لاک شدهش صفر هست به نظر میاد آینده خیلی خوبی داشته باشه البته که خودتونم باید تحقیقات خودتون رو انجام بدین دو یور آن ریسرچ دیور که حالا اصطلاحی که استفاده میکنن گالا هست همونطور که میبینید این لیست هم هی مرتب داره رفرش میکنه خودش من ول کنم این اسکرول رو میپره دوباره بالا داش و دای جزء ارزایی وان اینچ هم که خیلی حالا سوال میپرسیدن جزء این لیست هست ولی رتبهش اون رتبه پایینه شاید مثلا 5 تا یا 10 تا اول خیلی به شما بتونه کمک بکنه که دید خوبی نسبت به کل مارکت پیدا کنید برم بالا تایم فریم چهار ساعت گذشته رو ببینم امروز جمعه 16 آذر 1403 رو نمودار که باز نگاه میکنیم اس یو آی بیشتری میزان ورود داره سی تی سی اتر بیت کوین دیگه خدمتتون هستم اینا از نظر شماتیکی بیشترینه بریم که ببینیم دوباره رفته رو بیت و اتر و حجم بیت قابل توجه خرید انجام شده بریم ببینیم پایین چه خبره دوباره بر اساس نت اینفلو یا جریان خالص تفاضل ورودی و خروجی همونطور که میبینیم بیت سی تی سی اس یو ای یوزوال حالا اگر اشتباه نخونده باشمش بی بی کیو هست این بی بی کیو ببینید تو چند تا تایم فریم بود هم تایم فریم یک ها یک هفته ای هم سه روزه الان تو چهار ساعت هم دیدیم پیشنهاد میکنم وقتی اینا رو می یه سری مشترکات وجود داره میگه تو یه هفته بوده تو چهار ساعته بوده توی سه روزه بوده تو یه ساعته بوده خب این ارزه رو میشه اوور تو واچ لیست من نمیگم حتما بخریدش قطعا تحلیل خودتون ریسک پذیری خودتون اینا همه تاثیر داره دیدتون به سرمایه گذاری چند ماه هست یا چند سال است اینا تاثیر داره اما خب به هر حال ببینید تو چند تا لیست اومده ازش بتونید استفاده بکنید WBTC OP OP خیلی از قبل هم جز لیست بوده حتی خاطرم هست تو لیست گری اسکیل هم بود اگر اشتباه نکنم یه ویدیو در مورد صندوق گری اسکیل آماده کرده بودم که لینکشو رو گذاشتم که ازش استفاده بکنید تو اون صندوقه بود ARB هم بود پپه APT آپتوس این آپتوسی که با هم صحبت کردیم اینجاست بعد دیگه انکر هست داگز هست آی انج دوباره میبینیم ای این ای من بیام پایین تر ببینم دیگه چییا داریم چیلیز هست ایکس امار ای ام پی اوکی بی عرض شود که ماسک روز روز هم جز یه عرضایی بود که یه دفعه یه رشد خیلی خوبی کرد اومد زیر 100، تا 100 تا از نظر مارکت کپ که بازه خوبی توی بازه ای داد همونطور که باز مشاهده میفرمایید لیست ارزها به این صورت پیشنهاد بکنن حتما اینا رو بنویسین این ویدیو رو پاس کنید بنویسین لیست رو نگه دارید توی تایم فریم مختلف مقایسه کنید بهتون داده با ارزشی میده به نظرم میاد که بتونید ازش خوب استفاده کنید بریم سراغ تایم فریم یک ساعته تو تایم فریم یک ساعته باز هم همونطور که مشاهده میکنید روی CTC هست SUI هست ORCA هست بیت کوین ببینیم کر کجا رفته اس یو آی رفته یو اس دی تی شده و روی بیت کوین ببینید امروز جمعه الان ساعت حدود ساعت یک بعد از ظهر ساعت 13 و میبینیم که پول تو یه ساعت گذشته بیشترین جریانش سمت بیت کوین بوده از کر در نظر داشته باشیم نمیگم برید بیت کوین بخرید اما بیت کوین برای بلند مدت ارزشمنده قبلا هم یه ویدیو تو همین کانال یوتیوب هم گذاشتم براتون کاردش میکنم حتما برید ببینید که اصلا بیت کوین با این قیمت رو بخریم یا نخریم یه سوال خیلی مهمه وقتی تارگتش رو خیلی بالاتر میبینید دیگه خیلی این یه مقدار اختلافی که توی مارکت به وجود بیاد براتون حساسیت ایجاد نمیکنه چون روی کرده روی کرده بلند مدتی باشه نوسانات کوتاه مدت از دلش در میاد سی تی سی دوباره میبینیم عرض شود که SUI هست خدمتون آرزم XMR ACX CLB ILV انکر پیکسل SC یک ساعت گذشته BBQ توربو KSM فلو اینا ارزایی که بارها و بارها توی های مختلف اونم بوده و همونطور که مشاهده میکنید وو که جزء یه عرض قدیمی توی مارکته که این هم همینجا دوباره مشاهده کردیم ببینید تفاوتی که ایجاد شد ببینید تو تایم فریم یه ساعته یه سری عرضی دیدین که شاید مثلا اسماش هم نشنیده باشین یه سری عرضی که شاید تو صرافی ایرانی هم نشه راحت پیداش کرد اما تو تایم فریم بلند مدت دیدیم که او مثلا یه سری ارزایی که تو همه صرافی ایرانی هم هستش جای مختلف هم میتونید استفاده کنید مارکت کپ های بیشتری داره این میزان نوسان داره نشون میده و من پیشنهاد میکنم حتما از این فرصت استفاده کنید چون کمک میکنه که مثلا رو تایم فریم بلند مدت تر که بهش میپردازی یه مقدار طول سرمایه گذاری و دید سرمایه گذاریتون بهتر میشه نوسان هم از تو دلش در میاد ولی مثلا پی او ال پول شاید مثلا الان باید بگیری ده دقیقه دیگه بفروشیش مثلا با دو درصد سود سه درصد سود بزنی بیرون ولی اونا یه مقدار بازه زمانی بیشتری رو میپذیره و ولیدیتیش اعتبارش برای اینکه بلند مدتتر بهش نگاه کنید بیشتره پیشنهادم اینه که رو تایم های بلند مدتتر بریم و این کل داستانی بود که ما با هم در خصوص شود موضوع جریان پول هوشمند در کلیه تایم فریم ها در آخر هفته با هم مرور کردیم امیدوارم از این ویدیو بتونید استفاده کنید حتما به رفیقای خودتون این ویدیو رو پیشنهاد بکنید بهتون کمک میکنه و حتما این زیر برام کامنت بکنید شما کدومی که از این ارزی که دیدین به نظرتون از ارزی پرپتانسیلی میاد لایک و کامنت فراموش نشه موفق و پرسود باشید خدا نگهدار